یو برای عکس چطوری؟ دویدوارم که تو خوب باشی. What? یو برای عکس چطوری؟ حالتون چطوره؟ خفش خوب. Why are you gay? آقا چه کارو دیدی؟ اومدین یه ویدیو مشترک با هم بدین، یه ویدیو بم آماده کردیم، میتونیم در باره چیه؟ آقا این ویدیو درباره چی بود؟ آقا شروع کردم. آقا درباره اینکه آقا قوی ترین کسی که تو رو شکست دادن. حالا شاید فکر نکنید من قرار بیام بالا همگان خود مارول رو بگم. نه آقا اینجوری نیستش. افراد ساده که همون سطح تورن یا حتی ضعیف‌تر رو میخوام بگم، پشماتون بریزه. هم رقیبای دی سیش هم هست. خیلی عجیبه دیگه این. حالا اینا به کنار، هم از دیسی قرار بگیم هم از مارول، یه سری چیزا رو به صورت کلا حدود 6 7 نفر واسه تو میگیم. حدود 6 7 نفر واسه تو میگیم، بعد کمیک جان تو اسمش میشن میبرین، داستانش رو بهتون میگیم، سرتون رو درد نمیارید. بهت شروع کنیم آقا لسکو، فقط یه واسیت قبل از سابسکرایب لایک کامنت سابسکرایبتون نره دمتون گرم. بریم خب آقا اولی من میخوام بگم و اولی خب آقا اولی من میخوام بگم بچه ها لیست دی سی و همونی که فکر میکنید جلوتره. اولی که میخوام بگم از خود مارول گوست فاکین رایدر. آقا نفر اول گوست‌رایدره. حالا شاید بگید آقا این چیزی میخواد بزنه، با موتورش میخواد بزنه. اول نکه بچه یه شناسه معمولی بخوام بگم، نیکا در باره گوست‌رایدر ازت توضیح بده، بفهمن چه جوری قدرتا. بچه هم در باره گوست‌رایدر یه ذره بخوام بهتون بگم، یه شخصی که بوی قدرت هایی میشونه گفت کیهانی، در سطح کیهانی، انرژی فوق العاده بالا، انرژی درونی خوب، از وسایلش هم بهش اجرا کنم، زنجیرش که کاری ندارم، وسایل جنگی و و و چجوری میمیره؟ با میولدیر نمیمیره. آره یه چیزی که سلاحی بهشتی، سلاحی از بهشتی شده باشه و میتونه روی بقیه برشه تصدیل کنه و با حالا بزنگم چجوری فایدشون. خب آقا اینجوریه که این داداشمون گستردنوی آیرومن خفت میکنه و اینکه کاپیتان آمریکا و تور میان بالا خوابازی در بیارن بگن آقا What did he say? خفه شو بگو آقا میان میگه که ما میخوایم بزنیم، ما میان کمک میکنیم و اینکه بچه ها گسترایده پشما تو شب بریزه، میولیر یعنی همون پوچ که تو رو میگیره میکوبه تو سرت. بعد این تو بچه جیب جون داره. بعد همه کارو میکنه و اینکه بچه‌ها تور خودش پشمش میریزه، اینو میکوبه تو سر تور و شکست میخوره. کاپیتان آمریکا که از اون شکست میخوره. حالا یه کمیک دیگه که خیلی عجیبه، اینکه فقط متی نکته رو نگفت، اینکه بچه‌ها بجز میسته تو که شکست اونجرز هم شکست. اونجرز هم شکست و یه دیگه توی کمیک اصلا گوستایدن هاکو یا هالکو تور رو میکشه. آره، یعنی کامل میکشه. کامل میکشه. یعنی از اعضای اونجرز یعنی کامل کشته. یه توضیح بدی از یه سوال داشتم، به نظر تو بخوای الان بگم یه سری میگن آقا چرا تور نمیتونه گوستراید رو بده، دلیلش چیه؟ بچه بگو. ببین دلیلی که من بخوام بگم، یک اینکه گوستراید کلا نمیمیره، دو اینکه بچه ابیلیتیاش یه جور ابیلیتی جهنمیه و یه جور الهی توره و کار با رعد و برق و سایه و عوامل طبیعی نداره. خیلی اوضاع خیته. و اینکه بعدش آقا اگه این طور چیز باشه، یعنی همین عذاب وجدان داشته باشه، گوستراید میتونه تسخیرش کنه. آقا نفر دوم میخوام که از این لیست بهتون بگم کسی نیست، همین که مهتی گفت. بچه داستان از این قراره که تو کومیک سری کومیک های آنکنی اونجرز، رد اسکال میاد مغز پروفسور ایکس خودمون رو به فرمان میخواد بگیره و اون رو خیلی ها مغز پروفسور ایکس میخواد در تسلط خودش بگیره سر این قضیه و از این قضیه سوء استفاده کنه. حالا چه سوء استفاده؟ میاد کاپیتان آمریکای خودمون رو یه کمپین ضد ابرقهرمانی داره، میاد اون رو میخواد استخدام کنه. از یه طرفی هم میاد حالا چیکار میکنه؟ کارش اینه که آقا این کمپین ضد ابرقهرمانی که راه انداخت بیاد سلطه رو رو کل دنیا بگیره. دیگه کاری که دیگه خودمونیم، ما ضد ابرقهرمانی که ویلنا چیکار میکنن دیگه، قصدش هم واقعا همین بود. میاد این کار رو انجام میده و یه چیز جالبتر این وسط، آقا تور هم میخواد بیاد با همین قابلیت ذهنی فوق‌العاده‌اش میخواد میتونه بیاد تور رو بگیره تحت سلطه خودش. چی میخواد تو رو بگیره؟ همین رد اسکال خودش که میگه که میخواد پروفسور ایکس رو گرفته. میاد این واسه آقا تو هم میخواد بیاد تحت سلطه خودش قرار بگیره. دیگه اصلا تو رو نشوشی تمام دیگه. آره دیگه اون واسه مثلا یک سنتری نیستش به چه بده. ولی یه چیز دیگه، خود اسکاندیناوی اگه درست گفته باشم، خدای اسکاندیناوی درست خدای اسکاندیناوی که میاد این وسط،
میتی کیو مد نظر خودش گرفته بود؟ وولورین بیرون میکشه و هاکو در نظر میگیره. آفرین. دقیقاً که میتی گو وولورین بیرون میکشه و هاکم در نظر میگیره. دقیقاً. از اون طرف بچه اسکارلتیش میاد واسه نجات متوجه این قضیه میشه و میاد با هاک تیم اپ میکنه. دقیقا میاد تیم اپ میکنه و حالا چیکار میکنه؟ اینا که تیم اپ میکنه طور به قدی دیگه تسلط رو خودش رو واقعا ردی پدی شده. این وسط میاد هاک رو از بین میبره. یه دونه اینجوری میزنه. همینجوری شکستش میده. همینجوری شکستش میده. حالا از اون طرف ولی اسکارلت ویچ انقدر دیگه به حال خودش رها شده بوده و یه داستان خاصی مثل مولتیورس آف مدنس دوباره به جنون خودش میرسه این اسکارلت ویچ. چه ربطی داره؟ از اون طرف این قضیه مولتیورس آف مدنس که اومدی داره تزنم واقعا دیوونم که سرم یه دقیقه شوکه شده. داشتی میگفتن از اینجا چون به حال خودش بچه رها شده میاد به قدری جادوهاش خیلی بیشتر میشه، از این طرفی انرژی اتمسفری بیشتری جذب میکنه. میتی انرژیش یه دفعه بیشتر میشه، انرژی بیشتری جذب میکنه، سر همون بخاطر همین جادوهاش طور تا حد اتم تو اتمسفر فرو میره. ولی آقا من اینجا پرانتز بخوام باز کنم، شاخ تو یه دقیقه اصلا بس نکنید بچا، این یه کمی که نه یا جون من بگید اسکارلت ویچ تو رو زده بود، چون تو زدی، چون بچه تو کمیک اینا زیاد فایده دادن، تو بیشتر اسکارلت ویچ رو زده. اصلا تموم شده شما میاد مثلا یه بحث کمیکی، ما مثلا ما متی ازاو تو ویدیوام گفتیم میاد یه بحث کمیکی میندازی آقا سه تا قسمت داره، یا میای میگی آقا ایشون مثلا سوپرمن تو میای میگی بچا این واسه که جلوتر بازم متی هم بهتون بازم توضیح میده. یارو سه بار دو سه بار کردم من فایت دادم، میای میگی آقا خب این پروندهش مختومه تموم شده. یه سری هست میگه اینا مثلا با هم تاور فایت ندارن، میگه اون باز میشه یه بحثی کرد، یه بحث کرد، اونم چی میگه قدرت رو کنار هم میذاره، این شاهکارش رو میذاره فلان بسار غیر از اینه. همین دیگه، همین دیگه. تو یه بازار نفر بعدی بچه، نفر بعدی سوپرمن. شات د فاک اپ. آقا نفر بعدی رقیب اصلی دی سی شه، اونم سوپرمن. حالا شاید بگی که بابا ولو کن تو رو خداست از این افراد تو دایرکت سینما ترسیدی یا توشی؟ از این افراد زیاد هستن و اینکه بچه ها بذارید این رو بهتون بگم، ربطی به خدا بودن نداره. آقا تو رو سوپرمن سه بار با هم فایت دادن و اینکه بچه ها دو بار سوپرمن زده، یه بار مساوی شده، تازه مثل که چهار بار بوده در از سه بار سوپرمن زده. آره دقیقا سه بار سوپرمن. و اینکه بچه ها یک شب کمیکاشو بخوام بهتون بگم، بازم برگاتون میریزه از قدرت سوپرمن. قدرت آه اینجوریه که بچه ها تور و سوپرمن خیلی با هم فایت شهید میدن، این لیزر میزنه، اون رعد و برق میزنه، مش میزنن به هم دیگه، جر میدن کلن تو حال پروازن. بچه تور پوتکشو پرس میکنه، سوپرمن یه جا خالی میده، تو پوتک داره برمیگرده، این پوتکو میگیره پرت میکنه به سمت خود زور، نه سوپرمن میگیره پرت میکنه به سمت زور و اینکه خود بچه تور بیهوش میشه به همین سادگی. اما خود سوپرمن درست فایت گنده تری داده، ولی تو اون سری کومیکا اما بیونه حرف میتی هم بگم بچه جالبیش اینه که تور بین این سه چهار تا فایت هایی که من دارن تو سری کومیکای اصلا ورسزشون تو کل کومیکای مارول دی سی یه بار هم تور نزده، اون یه بار هم مساوی شده. مساوی شده هم اینکه تور خیلی زحمت کشید، ولی بعد تازه تور تو مکسیم مقابل خودش بوده. بچه نه یه بگید من اصلا فرق خودم تور رو نمیام بگم تور ضعیفه، ولی خب در مقابل سوپرمن ضعیفتره. و اینکه بچه خود سوپرمن اینم بماند که اونجا گفته بودش که یکی از سخت‌ترین فایت‌های بوده که دادم. آره. و حتی بچه اینم این نکته هم بگم که نیاید این مهمه، نیاید اینو همیشه در مقابل هم قرار بدید، این یه چیزی هست ما دوست داریم مثلا بستگی به شرایط داره. اما بگم امیتی چون تو خود کومی اینا با هم رفیق شدن بعد فایتشون با هم خود همتون هم دیگه میدونی ما میدی با هم دوست شدن و یه چیزی که چی بهش میگن از اینا با هم ندارن. آره این ظلمی ندارن دیگه. بریم واسه نفر بعد. آقا بریم واسه نفر بعد کسی نیست جور سنتری قوی ترین انتقام جو برو بریم. تموم شد جب قوی ترین انتقام جو دیگه واقعا حرفی نمیمونه. سنتری خداست. اینم بگم که بچه‌ها کسایی که کمیک واقعا میگم دور از ساین بارتون باشه و اهل کمیک باشی، کمیک سنسی دارک امیج همین رو خونده باشی این میرسه. آقا یه چیزی بگم بچه‌ها، یه کمیک خیلی معروف داره باز همین کاراکتر تور که و خیلی بچه‌ها جنجال داره که میگن اینجوری بوده اونجوری بوده، اصلش آقا الان واقعا بهش بشنوه چی بچه‌ها داستانی که میگم بچه تور سنسی شکست داده که معروف این کمیک میگم که متاسفانه بچه‌های فندوم کسایی که مخاطب مارول دی سی هستن میگن آقا تور قوی ترین انتقام دیگه سنتری هم زده که میگی تو حالت وای
ببین من دارم تو کومیکای بودش هم توضیح بده. آره همین قضیه تو کومیک سیج اصلا بچا داستان از این قراره که وقتی سنتری توالت وویدشه همه رو شکست میده، آزگارد رو نابود میکنه، همه کار میکنه، همه رو میکشه، یعنی دیونه شده بود. چرا؟ از این طرف هم دارم وویدو بهت میگم که وقتی تحت کنترل الان وویده، آقا این وسط تو رو هم میاد با این فایت بیره که اون وسط مثلا آقا یه دقیقه خود رابرت خودمون میاد اون وسط یه لحظه خیلی کوتاه میگه آقا تو من رو بکش، خودش رسما داره میگه میتی آقا بیا منو بکش، من آقا خطرناک. حالا میدونی چرا جالبیش اینه که اینجا خود تور جر میده خوش آقا مثلا با یه تاندر بلست یه بلست خاص میگیره ایشونو میزنه تا یه حدودی ضعیفش میگه، بعد میبرتش شوتش میکنه تو خورشید که اما آقا کشته نمیشه. چند سال بعد توسط دوست آقا میگه آقا برمیگرده. چرا یه سری فکر میکنه آقا ایشونو کشته؟ یه فایت دیگه هم داره که ایشون میگه بچه ها تور تو حالت این قوی‌ترین حالت خودش بوده، سنتری هم تو قوی‌ترین حالتش بوده. ممکن اولا این اشتباه کمیتو بیت بکنید اصلا متوجه میشه که ایشون دوتا دارن نورده انجام میدن سر یه بحث و جدل خاصیه که از اون طرف هم سنتری تو حالت ضعیف بوده، تور تو حالت قوی خودش بوده که اونم فقط بیهوشش میکنه همین. یعنی دروازه شکستش نده، یه بیهوش رو دوباره اومد که در واقع بعد اون بیهوشی سنتری زد شکستش داد تو رو. خود تور میتید تو کومیکا میاد میگه آقا سنتری تو ته قدرتش میگه میتونه یه یونیورس رو نابود کنه. بچه بچه یه چیز دیگه تو فایت خیلی جالبی هم که میتی هم داشتیم با هم توبت میکردیم، این که بچه خود سنتری گرفته فقط با لیزرش تو رو شکست جرمه خیلی جالبه. و آقا یه سه دیگه بگم، این که میاد میگید نه سنتری شکست خورده، بچه ها وودی حالت چی مثل نورمن آزبورن گرین گابلین، حالت خوبه یه حالت بدش میاد رو کار. و بچه ها اینو همه میدونن کل اتقام جنان، حالت وودش بیاد رو کار همه ناک اوتن. استرینج رو دیگه تای کار رو دیگه میدونی دیگه، استرینج چه آدمی همه همه روش حساب بازی. آره استرینج رو حالت سنتری بخوام یه ویدیو در مورد مقاومت ذهنی نیرو پاور همه ایناش از همه انتقام جوی میشه. استرنج اصلا واقعا حساب باز کنه روی بشر. کسی که هر کل اوجز قبولش دارن استرنج قبولش داره، قبولش داره. دقیقاً میگه که ایشون قوی ترینه که هیچی بره به کنار و حتی همه اسپای چند ولورین کاپیتان آمریکا هزار نفر دیگه هم گفتن آقا ایشون قوی ترینه، خودشون حتی اعتراف کردن تو کامیکا چون واقعا خوبه. و یه چیزی نکته آهنگ که با متین رو به پایان برسونیم، این که بچه سنتری تعداد دفعاتی که با تور فایت داده بیشتر برده، این یکیش این پروندهش به کنار. و این که داشتن در روی دکتر استرنج میگفتن این که بچه خود ایشون میگه خدایانی اگه بیافتن میگفت استرنج میگه که سنتری به همراه وای یعنی نابودی جهان. خودتون دو یه تنشون برید دیگه تمام شد مهدی نفر بعدی بریم داداش. آقا برید آقا بریم نفر بعدی بچه کسی نیست جز حالش. آقا حال چه خفن. حالا شاید بگید که بابا تو خودت یه بار میگی تور قوی ترینه، یه بار میگی هالک داستان چیه. بچه اصلا هالک و تو کومیک واسه این ساختن که آقا بیان بگن در حد توری ها تو تور میشه کسی میده برعکس دو تو رو واسه این ساخته. آره تو رو واسه این ساخته که بیل هاگ بشه. خب بعد بچه ها جفتشون خیلی همو زدن، شاید یکی دو بار تور بیشتر زده باشه ولی بچه ها اینو میدونیم زور هالک بیشتره. حالا قضیه این دوتا کومیکی میخوام بگم چیه. بچه ها این دوتا دارن با هم دیگه فایت میدن، تور پوتکو میگیره تو آسمان فایت میده، بعد هالک بهش مش میزنه، تور مش میزنه، رعد و برق و اینه، یک کمبت فایت فوق‌العاده. بعد حالا چه اتفاقی میفته؟ آقا اون وسط من نمیدونم دقیقا هالک چی کار میکنه، عجیبه این کومیک همینه. آره همین. یه کاری میکنه که خود پوتک تور بدونه که دست بزنه و بگیره بخوره به خود تور. و نه. این دوتا عملیت ایمیون هم یه نکته مهم این که عملیت دست انجام ده، یه کاری میکنه که تور با همون دست زدن اینا به خودش ضربه بزنه، به خودش ضربه بزنه، همین باعث میشه که آقا به خودش آسیب برسونه، به خودش آسیب برسونه و ادامه کارم انجام میده و هالک تور شکست میده. یه جای دیگه یه بار دیگه تور هالک توی آزگارد زندانی کرده، این از اون زندان خلاص میشه، آزگارد رو میزنه، اودین رو میزنه، تور رو میزنه، یعنی این بشر روانیش تموم. اصلا یه چیز بچه من این نکته در هالک بهتون میگم که خیلی هم مهمه. بچه هالک برسه تو ته خشکینیش و معمولا تو روش اکثر انرژیش به نهایت یعنی شغال یه چیز دیگه در حد وروال هاک بخوایم بهتون بگیم یا برید بالاتر کازمیک دیگه هاک دیگه مثلا ایمورتال هاک آفرین دیگه دیگه ته روانیت اون بشه دیگه شما بگید هر چی هاک چه داد عصبانیشش بیشتر باشه قوی تر هم هستش همین دیگه یعنی خود خری اما
رسیدیم به آخری ویدیو بچه ها. آقا دمتون گرم، بالاخره ما با هم دیدیم تونستیم ویدیو بگیریم، نمیشد لامصب. آره ولی همینجور دورا دور تهران شمال ویدیو میذاریم. بازم دمتون گرم، حمایت خوبه، برسیم سری به یک دقیقا اون یک کار بچه اینشالا برسیم با حمایت های شما. مرسی، سعی میکنیم اینشالا با امید همکاری بیشتر داشته باشیم. داداش آه همین دیگه تا میده دیگه. بدرود.